به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شاگرد عزیز خوش آمدید امید که همتون خوب و صحتمند باشین و در سایت با به صورت درست و منظمش تعقیب کنید شما خوب هستین شاگرد خیر خوب شکر که شما هم خوب و صحتمند هستین آیا آماده هستین که درس امروزی خود آغاز کنید؟ بسیار خوب شاگرد عزیز ما امروز مضمون دری صنف نهم می میخوانیم که عنوان درس ما هم است چیست شاید شما همي کلمه و یا هم همي اسم تنځ شینیده باشین خوب در درس امروز یی روی تن صحبت میکنیم ګر نو زکوونکو زمونږ د نننی لاس عنوان دی تنز چیست او یا هم تنز څه شه چیز یاته وخت تاسو د سی پروګرامونو هم په ټلویزیون کې ګوري چې هغه تنځیخ پر اونيدي نو په نننی لاس کې به مونږ د تنز په هکله معلومات ترلاسه ګرو نو زکوونکو مخکله د دې چې لا شو خپل نوویل وست په الړو یو لاندې کتن خپل پتیړ وست هم کوو دا چې ما خپل په تیر لوست وستی. څه شی که چیرې ستاسو په یاد وي موږ پتیل وست لوست کو کې چیستان سشه شی ما در درس گذشته چیستان چیست این را فهمیدیم که چیستان چی است چگونه گفتاره هست و همچنان در بخش قواعد دستوری هم یک موضوع داشتیم شاگرد عزیز که موضوع بخش قواعد دستوری درس گذشته ما عبارت از مبتدا و خبر متعدد بود ای که مبتدا و خبر متعدد چی اگر شما به یاد داشته باشین ما گفتیم که جملاتی که بیشتر از یک فعل داشته باشن او را ما مبتدا خبر و یا هم خبر متعدد میگیم. این بود موضوعات درس گذشته ایم. پس حالا میریم روی درس جدید خود. شاگرده عزیز مثل همیشه ما در درس امروزی خود اهداف درس داریم. زمونت ملاتر لپاره د بیگم اکادمیک چینل لزان سرا سبسکرائب کری بیاد شرنگنی تڑی کی اکا گئی تر څو مونگ ټولو درسی ویډیوګانو ته تا لاس او له غوث څخه برخمن شئ که هدف درس امروزی مایی است که ما بتانیم متن درس امروزی خود به صورت درستش بخوانیم و همچنان تنز بشناسیم ای که تنز چی است و از یادتان نره که بخش قواعد دستوری هم داریم در بخش قواعد درسی امروزی ما اجزای غیر اساسی جمله را می که با کدام بخش ها و یا هم با کدام قسمت های جمله ما اجزای غیر اساسی جمله می گیم نو از دکوون کو تاسو پا تیر لوازی کمستون زنه لره؟ نو از دکوون که نو چو پا کمستون زنه لره رزی چه خبال پای ننانی لوازت خبری کو چه سنگ همی چمخ که همو ویل زمانگ ده ننانی زه تاسو ته متن تا تاسو ورته دقت چې هم د کلماتو درست تلفظ زده کړئ او هم مفهوم واخلئ د تنس څخه یا هم د همدغه متن څخه چې زموږ د نننۍ دوست د متن مفهوم څه نو دقت وکړئ زده کوونکو در لغت به معنای مسخره کردن و طعنه زدن آمده است و در اصطلاح ادبی شعر یا نصری است که به گونه تعنه و تمسخر زشتی ها و معایب فرد یا جامعه را منعکس می کند یا اشاره و تنبیه اجتماعی است که هدفش اصلاح است نه مردم آزاری طبیعت تنز بر خنده استوار است اما خنده در تنز هدف نیست بلکه وسیله است برای نشان دادن کاستی ها و متوجه ساختن مردم و مخاطبان به آنها تنز در ادبیات به دو قسم مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود افزون بران نوع دیگری از تنز به نام زهرخند است که جنبه غمانگیز و در عین حال مزحک زندگی را نشان می دهد. تاریخچه تنس پردازی در غرب از شاعران و نویسندگان یونان و روم باستان آغاز می شود که مهمترین آنان عبارت از ارخیلوس، اریستوس، فانس و غیره بودند. در ادبیات فارسی دری تنز به عنوان نوع اثر مستقل ادبی و اصلاحگرانه به علت نبود دید انتقادی و اجتماعی نویسندگان و نیز وابستگی آنان با دربارهای دولتی بسیار اندک و کمرنگ است و آنچه هست گفتارها و حکایتهای تنظامیزی است که در کنار حج و هزل و وجود آمده است اما در سده پنجم هجری برخی از روایات فلسفی خیام در مورد اعتراض به جهان آفرینش گونه تنز دارد ولی تنز در آثار صوفیه جنبه فلسفی و اجتماعی داشته که در برابر بیعدالتی های اجتماعی زمان بیان شده است چنان که نمونه این گونه تنزها در الهی نامی شیخ فرید دین عطار بدین مضمون آمده است دیوانه بنی شاپور می رفت دشتی دید پر از گاو پرسید اینها از آن کیست؟ گفتن از امید چون به شهر آمد غلام دید بسیار پرسید این غلامان از کیستند؟ گفتن بندگان امیدند درون شهر سرایی دید آراسته که مردم به آنجا می رفتند و می آمدند. پرسید این سرای کیست؟ گفتند این اندازه ندانی که سرای امید نیشاپور است؟ دیوانه دستار بر سر داشت کهنه و پاره پاره از سر بر گرفت و به آسمان پرتاب کرد و گفت این را هم به امید نیشاپور ده از آن که همه چیز را به وی داده ای. هم در اگست کون که حق حقا چه فریدی دین اتر اثر و سخهی منگتا به کتاب که روه. نمونه های دیگر تنزی را می توان در حکایت های تنزی سعدی در کتاب های بوستان و گلستان و غزل های حافظ و حکایات از مصنوی مولانا مشاهده کرد. اما بزرگترین شخصیت تنز برداز قدیم دری عبید زاکانی است. که در آثار منظوم و منصوری خیش بیشتر بتنز پرداخته است. رساله سعد، پند، موش و گربه و غیره از نمونه های آثار تنزی می باشند. چنان که از حکایت های تنزی اوست جنازه ای را برده می بردند. درویش با پسر بر سر راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که بابا در اینجا چیست؟ گفت آدمی گفت کجایش میبرند گفت به جایی که نخوردنی باشد نپوشیدنی، ننانو، نه پوشیدنی نه نان و نه هیزم نه آتش نه زر نه, سیم، نه بوریا نه گلی گفت بابا مگر به خانه ما میبرندش از شاعران تنز پرداز ادبیات ما حاجی محمد اسماعیل سیاه از شهر هرات و شهرت بیشتر دارد همین طور آثار متعدد تنزی با وسیله تنز پردازان معاصر کشور چون جلال نورانی هارون یوسفی احسان الله سلام نصیر نشاد و دیگران ایجاد شده است و این نوع ادبی یا علاقمندی بیشتری از سوی نویسندگان و خوانندگان کشور در حال رشد و تحول می باشد شاګردای عزیز متن درس په فهمیدین؟ هو باندې بسیار خوب نزدکونکو وصره زو پتانس باندې خبریکم ګرانه زکونکو تانس په لغت کې مالانډې وهل او تا نو ور کوله تویل کیږي دا یې لغوي معنی ده خو په اصطلاح کې هغه نظم او نثر تویل کیږي چې په هغه کې دی یو شخص او یا هم دی یو ټوله نی ایبو نپکمون اکی سکيږي او یا هم ان اکی سکيږي خو د تانس ټولنی معنی اصلي معنی دا ده چې موږ د ټولني ځانګړي په هيڅ هم طریقې کار راغستلی شو او د دې په هدف نه ویل کېږي طرف مقابل یا هم زموږ اوریدونکي یا لوستونکي موږ هغه وځورو بلکې دا یوازې د اصلاح لوجه لو یا هم د اصلاح په هدف باندې ویل کېږي تنز په خنداو ستوعده شاید تاس تاسو یو تر تنزونه لیدلې وي چې د هرې پلیډول او یادرې پاورډول او تاسو خندې خو د تنز اصلي هدف خندول نه دی بلکې د کم وختونو او د ټولنې د استونز او د مشکلاتو سرګندول دی تنس په ادبیت کې په دوړول دي ګران اوسه کوونکو لکه څنګه چې موږ خپل په ماته کې هم ول وصل مستقیم او غیر مستقیم تنس سربیره پر دې دوه بڼه باندې یو بل باندې حامل لري چې ای عبارت ظاهرخند یعنی د ظاهرخند په نوم ده یا دی چې د ظاهرخند په برخه کې یعنی هغه موضوع چې د ظاهرخند تر عنوان لندې بیانيږي زیاتره غمجن او غمنګي ز موضوعاتي او تانس د لومريز الله پارا په روم او یونان کې مې ستراغه چې خوش پختانه په ادري ادبيه تو کې هم تنزي اثر موجود دي خو زیاتره د دې لپاره چې هم دغه تنزي اثر وبانیکار نه شي وي زیاتره لیکوالان او شاعرانو په دې برخه کې انتقاد نه دی کړی یعنی هر کله چې په یو موضوع باندې انتقاد وشي هغه شے یا هم هغه موضوع اصلاح کیږي خو لکه څنګه چې په تنزي موضوعاتو په تنزي اثر وبانیکار نه شي وي او پر انتقاد نه شي وي اصلاح شوی نه دی د پیر پرمختیا کې هم نه ده کړې د مختلفو شاعرانو او لیکوالانو په اثرو کې موږ تنزیه یا هم تنزیه اثر وینو چې په 15 هجری پیړۍ کې د خیام فلسفي ربا یې زیاتره تنزیه بنائے ځانته ور کړې و چ مونده فرید الدین عطار ی نمونہ مرته هم ول وسل سربیره پر دین اور شاعرانو هم خپل په اثرو کې د تنزون او سخي کار غسه ده او د دوی په اثرو کې تنزون موجود دي سدی خپل په بوستان او گلستان کې د سو تنزون یادونه کړی دا او هم دا رنګ د حافظ او مولانا په اثرو کې هم تنزون موجود دي خود د ریژه به لوړ مقامه یا هم هغه شخص چې ډیر خولي او پرمفهومه او اته زونه لیکلی دی هغه اسوخته هغه اوبید زکانی دی چې اوبید زکانی زیات اثر پدې برخه لیکلی کلي لکه رساله 105 مو شو قربا او همدارنګه نور زیات شمې اثر دی چې اوبید زکانی لیکلی نو زکهونکو تاسو پوښی تر دي دمه او بس یو خو پس مېرن به طرف بخش بعدی درس خو شاگرد عزیز بخش بعدی درس ما بخش قواعد دستوری است اگر شما به یاد داشته باشین در بخش قواعد دستوری درس گذشته ما خبر و مبتدای متعدد شناختیم اما در درس امروزی ما اجزای غیر اساسی جمله را می خوانیم ای که به کدام قسمت های جمله ما اجزای غیر اساسی جمله می یعنی در درس امروزی روی از این موضوع صحبت می کنیم کلمه های نامستقل که در پیوند دادن بخش های مختلف جمله کاربرد دارد و نام اجزای غیر اساسی جمله نامیده می شوند. شاگرده عزیز در ادبیات دری قسمت های مختلف وجود دارد که ما او را به نام چی یاد می کنیم؟ به نام اجزای غیر اساسی جمله یاد می کنیم. مثلا که را به بر، در برای تا و همچنان تعداد زیادی دیگری هم دارند. و یک موضوع اساسی از یادتان نره شاگرد و عزیز اویی است که طوری که از نام ازی پیداست اجزای غیر اساسی یعنی اگر وجود داشته باشن خوب خوب اما اگر وجود نداشته باشند در جمله کدام تاثیر روی جمله و یا هم معنای جمله ندارن گرانوز دکوون کم ده جمله غیر اساسی اځ زاویا او برخې هر کدی چې د جملې په مختلفو برخو کې له دوی څخه کار اګېستل کیږي او همدا رنګه مونږ د دوی په استعمال اولو کې اختيار لرو یعنی کچیر مونږ د په جملاتو کې استفاده کړو خو خطر خو کچیر استفاده هم نو کړونو کوم اګېزه د جملې په معنا باندې نه لري په دې رنګه کې دا عبارت دا را با در او همدا رنګه نور زیات شمیرلنی مثلا راځو د په جملې کې خيوزا خي کوونکو وایو چې پرويز در خانه است په دې جمله کې اذای غیر اساسي کوم دي حافظ در لکه څنګه چې ویل کچيري نيوي هم په جمله کې کوما غيزه نه لري په خاصه توګه دې جمله په معنا باندې کچيري د همدغه جمله سره ځدر لري کړم وایو چې پرويز خانه است پرويز خانه است بیا هم همغه معنا ورکوي نو زیات شمیر مثالونه موږ په دې ورخه کې وړاندې کولای شو زکهونکو تاسو د جملې غیر اساسي برخېو په وړاندې له مخه پوښتنه لرئ نه استاذي نو چې پوښتنه لرئ ازي چې خپلنن نه لوست خلاص کړو دا چې کوم مهم ټکی مو خپل پنن نه لوست کېبل وسته ګرانو زکهونکو م خپل پنن نه لوست کې 탄 سو پیښنده دا چې 탄 څه شته سم معنی لري او همدارنګه زیاتره د کوم موضوعاتو د بیانولو د پارا د 탄 سره کار غوښتل کیږي سربیره پر دې ګرانو زکهونکو موږ د قايده دستوري په برخېمو د جملې غیر اساسي برخېو په وړاندې پیښندل چې د جمله غیر اساسي برخې کومه برخي دي او ایا موجودیت او نه موجودیت پر جملات باندې کوم اغیز وکوي او نکوي نو دا ټول هغه مهم موضوعات یا ټکي یو چې مو خپل پنهان ننیل وسکه ول وس نو چې تاسو کومه پوښتنه لرئ او د نن ننیل وس موضوعات مهمه په سماتو کې زده کړی استاسو د نن ننیل وس کوراني دنده دا چې جملات ولیکه او په دې جملاتو کې د غیر اساسي برخو سره هم کار وخلې او مشخص کړئ چې دا د جمله غیر اساسي برخه ده نو کورانه دا نه پسماتوګه سره تا ورسوي او بل اور چې ټولګي ته راتلې د ځان سره یې راوړي زمنګ نه نه نایلوس هم دلته پایدري سيګي په دې هله چې د نه نایلوس موزه اتمو پسماتوګه ستکرې وي دې بل ترس د پېلوړاندې لنډه د ماخلو